توجه کنید، اینجا تهران است، شهری که با هرس کشتدارها و تپه‌ها و مسیل‌ها را می‌بلعه و زمینه خودش می‌کنه. شهری با 2 میلیون نفر جمعیت، یکی از بزرگترین پایتخت‌های دنیا، مجموعه ای از زشتی‌ها و زیبایی‌ها، قدیم و جدید و معجونی از تمدن شرق و غرب. از یک طرف ما در تهران بناهای تاریخی و زیبایی داریم که متعلق به گذشته و از آثار تمدن باستانی ماست و آنها رو با افتخار به جهانگردان نشون میدیم. از طرف دیگه هم بناهایی داریم که به آخرین سبک ساختمان‌های فرنگی ساخته شده و نشونه از تمدن غرب. این دو نوع ساختمان در تمام تهران به هم دهنگجه می‌کنند. تهران ما بعد از پاریس و توکیو پر اتومبیل‌ترین پایتخت دنیا. هی یا چه خبره؟ تهرانی‌ها تنها مردمانی هستند که قوانین و مقررات رو مو به مو اجرا می‌کنند. شب که میاد تهران واقعا قشنگ و زیبا میشه. نور نئون خیابون‌ها و ساختمون‌ها و مغازه‌ها بیداد می‌کنه. در زیر این نورهای قشنگ که تهرانی‌ها میرن سراغ عشق و تفریح. و بیات تهران جزء چیزهای جدا نشدنی تفریحات تهرانی است. تهرانم مثل ساختموناش یه عده پیرو به تمدن شرقن، یه عده پیرو به تمدن غرب. خانمایی هستن که با وجود دلبری و طنازی چادر رو ترجیح میدن، خانمایی هم هستن که آخرین مد کریستیان دیار پاریس رو ترجیح میدن. با این تفاصیل هر روز در این تهران بزرگ ماجراهای جالبی اتفاق میفته. حالا بریم به دنبال یک ماجرا، بریم با آدماش آشنا بشیم. این آقا کجا میره با این عجله؟ به تو چه مربوطه؟ حالا چرا میزنی آقا؟ ببخشید. ببخشید. او این آقا رو که حتما میشناسین، در تمام تهران بلکه در تمام ایران به زبلی و چشم ناپاکی معروفه. مثل همیشه هم داره چشمای رو میچرنه. چشمایی ببره، باز دست بری میداریم. نه بابا، منتظر شماها بودم. بابا پس بهروز خان کجا؟ چه میدونم کدوم بوری رفته تا هم با این بهروز خانه؟ بس که تو جیب منه. باز شروع کردی؟ تو اگه بمیری یا من باید دخترمو به بهروز خان بدم که داماد از این بهتر. رئیس بانک تحصیل کرده خوش اخلاق، دیگه چی میخوای؟ هیچی، فقط به درد خودت بخوری داره. سلام علیکم. سلام برم. ببخشید دیر کردم. خب پس شما زودتر برین سلمونی، منو به روزخان هم میریم بانک. یک کار کوچیکی دارم انجام بیدم، بعد میام دنبال شما که تا دیر نشده زودتر حرکت کنیم و بریم بابرسر به کارون برسیم. بریم ببینم. بریم به روزخان. بریم. خب اینم که از دعواهای خانوادگیه، بریم دنبال یکی دیگه. این آقا سیبیلوه همون دیشبیه نیست؟ چی شد؟ چرا اشاره کرد؟ خب دیگه با خانم قراری داشتم. بهتره بریم دنبال این. از ضیافش معلومه که آدم ماجراجویه. بله، برو کافه پروین. چش. شاید هم میخواد بره سهم کاسبی خودش از همدستاش بگیره. نه، این بود
سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. یکی شویش. خب بچه‌ها. ناروهایی که در این باشه بعد با هم حساب میکنیم. نفهم. شنیدم این روز کاربارتون خیلی سکه است. سهم منو رد کنی که خیلی کار دارم. زود باشید. چه سهمی؟ چه پولی؟ ده تو هم دلت خواشه با. اصلا چی داریم میگی؟ ما کتی باز نمیدارم. خفه! به همین آسینی پول آره دادی رم نالو تو که رفتی و پشت قایم شده چی؟ تو که آقا منم میزدی همین بو حالا که منم پره جی سهمشو گذاشت تو بانک و اومد سراغ روزی تازه. قرار گفته میکنی ها؟ باب اینجا بانکه. راست میگی یادم نبود. جلال خالق اینا چقدر شکل همه. اگر رفیق سیبیلوی ماست که از این شباهت استفاده میکنه و یه نقشه میکشه. همش راجع به تو حرف میزد. نه والا چه گفتی دیشب قاپ یارو رو دزدیده بود آره؟ آره دیگه مگه نهیدی چی کار میکرد؟ همش تو رو نگاه میکرد. نمیدونست من میدم نارد هی میخواست مشروب بده. الان میرم پیش دکترم. بهروز خان پیش دکترت بیری بار اینجا نکاری یا یک کلام آمپول بزن برگرد. نه بابا لباسامو عوض میکنم آمپولم هم میزنم و برمیگردم. خلاصی زخم معده تو اسباب ناراحتی من شده. برگرد من اینجا معطل نکنی. با همه این حرفا به نظر من اگه چک تو به بانک خودم حواله می‌کردی خیلی بهتر بود. تا تو بخوای 50000 تومان پول بشماری خیلی طول می‌کشه. کجای کاری پدر آمرزیده خیال می‌کنی اینجا اسکناس 5000 به من میدن؟ باشه آقا یک کلام من قول میدم برگردم و تو هنوز مشغول شمردن 50000 تومان باشی. چی رو قول میدی؟ بروز باز نقل دیشب تا سر روزم. نه دیگه این دفعه شرط منم. باشه شرط 5 تومان ولی میدونم که بی باشه. خیر فعلا خداحافظ. اینجا من قرارداد خونه بس که فقط یه سیبیل اما کم بشه. چل چهار چل پنج چل شیش چل هفت چل هشت چل نو پنج درسته اما آدم خسته میشه. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نو ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده هفده هجده نوزده بیست بیست و یک بیست و دو بیست و سه بیست و چهار بیست و پنج بیست و شش بیست و هفت بیست و هشت بیست و نه بیست و سی بیست و چهل بیست و پنج بیست و شش بیست و هفت عجب اصلاحی بنازم به این تیغ. ماشاءالله آقا خیلی خوشگل شد اینا. قربونت تو. بیا اینو بگیرم. ای با این دستم رو بریدم مخته میشون گرم نداره عوضش این کلمال تو بیا. آقا جون پول بده کلا به جزایی بکنه. خیلی خوب شد قربون جمع میشون. بیا
خیلی دیر کردن. ای چرا سیبیلت زدی؟ ماشین کجاست؟ بیرون باش. بودو سوز برشتی بیا بودو. بعدم واسه میگم برو ماشین رو بعدی بیا. بیجیم آقا یارو خوشگله کی بود؟ هیچ کیا یکی از قوم خویشامون میگم تو این چند روزه که تروری ما دلم واسه مریم صابونه یه ذره شده دلم خواست ببینم شد یک کلام با شهر بزن. عجیبه که این دختره منو کشته خودش کرده. انشالله امشب که دیده میشه چند تا ما چاپر از این گوشه لپش میکنم بی سوا شده. آقای رو پنجتمان زود زد کن بیا. ده با تام حواست کجاست؟ پنجتمان رد کن بیا. نه پنج تومنو تعجب بکنی؟ بله پنج تومنو تا تو باشی دیگه با من شرف دمندی همه 50,000 تومن مسکناس دهی و پنجی بود مثل بخش مردنش. میگم آقا به روز حال بهتره ایست که آدم این پولشو بذاره بغل قلبش و خیالش راحت بشه. بله البته درسته بله. حالا تصدیق کردی. تو بی بالا با من کار داری خانم؟ بی بالا دیگه اینقدر بازی در نیا. با بنده هستی خانم؟ پس با کیا؟ زود باش بی بالا بری. بریم؟ آره کجا بریم؟ آقا پاش خودشو زده به کوچه علی چه باید بریم خونه به کارمون برسیم. کار؟ دیگه چه کاری؟ نوع کارم باید بگم. آخه بیا بالا اینقدر مسخره بازی در نیا. خیلی خوب باشه اومدم. بهروز ممکن نیست من اشتباه بکنم. به من میگن یک کلام. بذار من این کیفو بذارم شغل. خب رسیدیم. اینم سر. من برم میبینم خانم اینا حاضر شدن یا. خیلی خوب. خیلی خوب. یه خود زودتر. اومدش. بده این کیفو ما قربون دستت. اتفاقا خودم میخواستم بذارمش جلو. سودی رو که میشتستی دم دستش هر چی باشه فوری اصلاواری میشین. خب من برم به خانم دیشبی یه تلفن بزنم آبی. خیلی خب برو. این کیفو هم بدش من. ده مامان زود باش. سلام بهروز خانم. موان قشنگ شده؟ آره خیلی عالی شده. خیلی عالی. نگاه نکرده میگی؟ نه بابا نگاه کردم خیلی خوب شده. اول میخواستم بیژیت بارداری درست کنم مامانم نداشت. جون من اتفاقا این فرمی بیشتر بهت میاد. بیژیت باردار چیه با اون ریخت و قیافش؟ بجونم. آره حتما. آره قربونت برم جونم. راستی بابام پوشش رفت با یکی از حاجی های بازار تلفنی خداحافظی کنه. اونها شما این چجور ماشین بردنه؟ اومد سیوین مامانت کو چهاتش ویدیو جا به جا کردن که این همه معطلی نداره. خب مامان که تقصیری نداره سلمانی خودش شلوغ بود. بابا یک کلام به سلمانی میگفتی زود باشه دیگه.
آخه یکی نیست یک کلام به این زن بگه واسه کی خودت اینقدر خوشگل میکنی. اصل کار منم که پسندیدم و تا قیام قیامتم گرفتاره. نفهمیدم بابا بازم پشت سر مامان صفحه گذاشتی؟ ببخشید نمیدونستم تو فسقلی وکیل مدافع مامانتم هستی. خدافظ. ورقای خود چه خوشگل کرده. زود باشین سواشین. زود باشین یالا تا برسیم بابر سر شب شده. بفرما سواشین. نفهمیدم. راستی شما چرا اینقدر دیر کردین؟ بفرما. بعد از اینکه یک ساعت منتظر خانم شدیم تازه قرقر رو لون لون بکنه یه چیزی هم بهش بده کار. خب رسیدی. این دو روزه که همدیگر ندیدیم خیلی باهات کار داره. تو مثل که زیرترتم بلند شده. حالا بیا تو تا بهت بگم. من برای خاطر تو آرشگام نرفتم. این کلیدم از تو شده. بیا دیگه. چی رو داری نگاه میکنی؟ چرا ماتت برده؟ با ایوا همینجور داره بر منو نگاه میکنه. بیا دیگه. خیلی خوب باشه اومد. چه لوت شد. دست میگی؟ برو تو. شما اول بفرمی. از که ای تالا آقا اینقدر با تربیت شدم؟ با تو هم حواست کجا؟ شما حواست من رو پرت کردین دیگه. حالا نمیشه بذاریم یه وقت دیگه. آخه میدونین بروسان اگه خدا بخواد چهار پنج ساعت دیگه با آور سریم. ببخشین آقای کلام میشه خواهش کنم اونجا نگه داری من یه تلفن بزنم؟ لابد بخواهی راجی به اون چیک تلفن کنه. خب بارو بزن بگو 50,000 تا هم نفت کردم. آقا بروس بجو معطل نکنی ها یک کلام خداحافظی کنه بیا خود بینه. نه بابا زیاد طول نمیکشه با اجازه شما خانم. خواهش الهی لعنت در جهونه مخلص در نمیمونه. چی خون داشت بجا مینه مذرف خواهش میکنه. بفرمید آقایی که امروز با تربیت شدی. خیلی مشکرمش. بله الو فریبا توی گوش کن ببین چی میگم. من عباسم. کی عبا؟ خواهش میکنم مزاحم نشی. چرا گوشی گذاشت؟ لابد عصبانی شده. بله الو فریبا میگم من عباسم. گفتید کی هستی؟ عباس که اینجا نشسته؟ گوش کن ببین چی میگم. تا تو هم یارو رو جای من عوضی گرفتی. آره حالا فهمیدم. جونه تو خیلی عالی شد که تو هم یارو رو آوردی تو خونه. حواست رو جمع کن. خیلی باید ازش پذیرایی کنی ها. رئیس بانک یکی از شهرستون هاست. دلم میخواست سرش رو گرم کنی و یه مدتی نگرش داری تا من نقشم رو عملی کنم. میدونی موضوع 50,000 تومن پوله. آره بازم به تلفن میکنم. قربون تو. خداحافظ. چرا من اینطوری نگاه میکنی خانم؟ مگه من شاخ در آوردم؟ نه تو شاخ در نیوردی. من دارم شاخ در میارم. راست میگیم. چه موزیک. کی بود تلفن میکرد نکنه؟ نه بابا یکی از دوستان بود. چرا مشروبی تو نخوردی؟ خیلی خوب باش. خانم برای من دیگه زیاد نریزی. من نمیتونم بخورم. ناراحت میشم. راست میگم باور کنی برای من خوب نیست. آه چه خجالتی.
بگی. نه دیگه من مست میشم، باور کنید راست میگم. مشروب زیاد برام خوب نیست، آخه من زخم معده دارم. اول باید میافتم آمپولامو میذارم. بله بله دکتر گفته باید پرهیز کنم خانم، میدونید من ناراحتم. اونو ولش کن. تازه از اون گذشته رفیقم اونجا منتظر منه، باید حتما برم. روشی من یه شورت قشنگ خریدم، حالا میپوشم ببین چطور. چون لباسات در نگاه هاشو شد. چجور ماشین بردن یه خبره؟ باز اول قرولندت شو، اگه یک کلام حرف زدی نزدی تو که ما رو کشتی، انگار داره از دیری میبره. خانم راست میگم، ممکن تصادف کنی. یختی یواش‌تر. شما که ترسو نبودی آقای بهروزخان. خب کاره دیگه داداش. الا خدا مرگم بده. یک کلام نگهدار. نگر نمیدارم. میگم نگهدار، آخه سیمین کار داره. یک کلام گفتم نگر نمیدارم. میگم نگهدار. نگر نمیدارم، نمیدارم، نمیدارم. الله الله. بابا لجبازی نکنی. مگه کری میگم نگه دار. گوش من رو ول کن، نگر نمیدارم. یالا نگه میداری دیگر. نگه زن اینقدر سر صدا رو آقای بهروزخان زخم معده داره ناراحت میشه. نگه میداری نگر دکتر فورد. حالا که اینطور شد عروسی رو عقب بکن. میخوای ما رو بکشی؟ میکنه خوب نیست. اگه مردی بیا پایی تا حالی بخونه میام پایی پدرت هم درد داره. پدرت هم درد بابا وقت بیادم بعد این زبان رو بابا بکنم سر دیگم اگه گیره تو بودم بیر اینجا بکنم اگه شبه بابا یه خود من رو کمک کن گازه خیلی دستم چطوری؟ ها منو میداری؟ اگه گوشت رو میگیره گوشت منو؟ جانم بابا یه زنه پس بدار یه دستم آها گازه گذاره آها چطوری؟ پس بدار اون رو بچه‌ها همین عقبش رو یه خود هول بده روشنش. هول بده؟ آها بازه کیف کردی؟ آه داره روشن میشه. یه خود دیگه؟ یه خود دیگه؟ آها بازه یه خود دیگه برو. 50,000 تومان پول آدم باید چه کارا بکنه؟
خب برسون انشالله که خسته نشده باشه. اختیار داری. با شما سفر کردن چه خطرگی نداره. مخصوصا با اون پاپا و مامان خوش اخلاقه. عیبی نداره شما که به اخلاقشون واقعی. شما راست میگی. خب ناراحت نشی. فعلا خداحافظ. پیش من حتماً شما. حتما خدمت میرسم. خداحافظ. بازم پیش ما بیه. خداحافظ شما. میام. انشالله که از دست من ناراحت نیستی. قربونه تا اون کیف برش ببن. خب بهروز خان برنامه منو که میدونی، اول میرم سر و صورتمو صفا میدم، بعدش هم میرم پیش مریم جون که طلبم رو وصول کنم. دلم واسش یه ذره شده، دلم میخواد ببینم شو یه کلمه با شرط بذار، دست بذار روی قلبه ببین چی گرف گرف صدا میکنه. والا من که چیزی نمیفهمم. راستی آقا یه کلام ببین، میگم این پولای زبون بسته رو با خودت نبر. یه وقتی دیگه حرم زاده گذرش افتاد به خونه تو، پاک داغشو به دلت گذاش. باشه، خوب حرفی زدی برونه. اگه تو هم به یه کلمه حرف حساب زده باشی همینه. بیا باشد کن. آره جونم، اما قربونتم جون تو جون این پولا به تو سپردمش دیگه. خداحافظ. خداحافظ. عزیز با این عجله؟ هیچی هیچی، میخواستم برم خونه یعنی کار داشتم. آی چرا مشکلی پیش اومده؟ یا باقای یک کلام حافظ شده؟ آره آره، نه نه نه، ما هیچ وقت با هم حرفم نمیشه، با هم دوست. آی بروز خان، آقای یک کلام اومد، ببین چی میگه. سلام آقای قربون تو. بروز خان یک کلام بهت بگم، خیالم از این پولا ناراحته. میخواستم یه دفعه دیگه بشمارمش، نکنه کم اومده باشه. فردام اول وقت بیارمش کن. آخه ماخه نداره. یک کلام گفتم ناراحتم، حرفشم دیگه رزق. بفرمایید جناب سرور. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید بریم منزل یه چایی بخوریم و بعد یواش یواش از تهرون برات تعریف کنم. تهرون جایی بسیار خوب جان. بخوش که شاد. حالا تکلیف چیه؟ باش بر سر دعوت. این دفعه دیگه حسابی سرت کلا رفت. خدافظ آقای دکتر. ببین گلی چی میگم، آقای رئیس که اومدم بگو صد دفعه اومدم آمپول بزنم نبودن. وقت من قیمت داره، به من چی که رفتن مسافرت. بسنم برم به چی آمپول بزنم. خب ابو صفا خیالت راحت شد، پولارم که حد دست دادی، دیگه چیکار میتونی بکنی؟ عجب مردمی هستم، فکر نمیکنم من یه دکتری هستم. به به، سلام آقای رئیس، اینجا چیکار میکنی؟ این دیگه چه مخلوقی خدا. جاستی آقای رئیس، زخم معدتون چطوره؟ بله وضع معدتونه میگم. حالا بفرمایید بریم منزل. منزل کی؟ منزل خودتون دیگه. بفرمی بفرمی بریم بریم چی میشه. آقا ساکتون هم که جا گذاشتی. بفرمی بریم. بابا کجا بودی؟ من ست سر آقا به تو داشتم پیدا نکردم. آخه من خواستم بهت آمپول بزنم بابا. بابا ست تا دیگه برم آمپول بزنم. بفرمی از سایم هم میرم دروا میکنم آقای رئیس. از اینکه میرم بالا میفتم پایین، دو مرتبه میرم بالا. خونه یه کلام که همین بغله. اومد بفرمین. سلام بهروز خان، حالتون خوبه؟ قربونش دختر برو دره ببند. خیلی خوب. بریم از این بر، از این بر بفرمین. بله رئیس جون، امان از دست بعضی مردم بیمنظور. به جون خودت صبح تا شب برای سلامتیشون آب راحت ندارم. تا
تازه بازم به هم میگن طبیب مجاز، در حالی که حاضرم با بهترین دکترها مسابقه بدم. باور کنین دو سه روزی که تو مرخصی بودی دل تو دلم نبود که نباد آمپولتو نزنی و زخم معدت شدیدتر بشه. میگه نه از گلی کلفتت بپرس و مریم خانم صاحبخونه و همسایه طبقه پایینی. رئیس جون یاد جوونی ها دفتنی؟ دار چه دار این رو منه زنش بهتره. آقا جون چه اینقدر دیر اومدی؟ راستی آقا جون یه کاری با شما دارم. بگو چیه؟ مریم خانم فرستاده بودن دنبال اجاره خونه، برای خرجی هم پول ندارم. اجاره خونه چیه خانم؟ خرجی چیه اینجا؟ ما سستی پول بدم بذار یه چیزی دستمو بگیره بعد. چی دستتونو بگیره؟ ببرن هیچی هیچی فعلا بیا این 200 تومن داشته باش. ببینم گفتی مریم خانم فرستاده بود عقب اجاره خونه؟ بله آقا. رئیس جون خیلی خودم بهش میدم. آره رئیس جون. دختر جان برو بیرون، مجلس مردونه است. خیلی خوب. آقا جان بی زحمت شلوارتونو. بله آره. نفهمیدم آمپول چیکار کنه؟ سوزن؟ بله. آقا رئیس تو ای والا مرسی باید آمپولا رو بزنیم. نه فکر نکنین دیگه آقا، حاضر باشین. آقا جون وقت من تلف نکنده داشت، دراز به چه سود داشت مطلب کنی آمپول خوشگل میخوام بزنم. حالا نمیشه یه آمپول بذاری یه وقتی دیگه از را رسیدیم خسته این. نه رئیس جون سود داشت دراز بکش تا فاسد نشته، من برای این کار از تو پول میگیرم. شیطونه میگه همچین بده دو. سلام عرض میکنم قربان، رسیدم به خیر. خدا بد نده. تو الان که داده تموم شد؟ بله آقای رئیس. این دیگه چیه؟ عجب غلطی کرد. به به سلام آقای معاون بانک. ببینم تقویت شدین یا اینکه فل مجلس کلسیوم آماده کنم؟ بله بله تقویت شدم، خیلی متشکرم. آقای رئیس خانومم وضع هم داره، باید به هر ترتیبی شده برسونمش به یکی از بیمارستانهای تهران. خدا شفاش بده. میگم که اگه دست ما کاری برمیاد برات میکنیم، ناراحت نباش. خیلی متشکرم. لطفاً تشریف بیارید موجودی بانکو تحویل بگیرید. اوکی بانکو تحویل بگیرم. بله قربان. ثواب داره آقای رئیس. بریم پولا رو تحویل بگیریم. پولا رو تحویل بگیریم. بله. ببرم. خب پس حالا که ثواب داره بزن بریم تحویل بگیریم. چه اشکالی داره؟ من شما رو ببرم. سلام قربان. سلام علیکم. سلام علیکم آقا جان، معرفت زیاد. خانم تو اگه مریضه من میام کمک کنم. آقا از لطفتون خیلی متشکرم. بفرمید بفرمید. خب مثل که من دل آخرت همینجا هست. تو عمرم انقدر پول نهیده بوده عزت تو شد. ۵۴۳۹۳ تومن و ۴۰۰۰ باشه. اینم 4000ش، اینم کلید. قربونه دست. قربان اجازه میدید بشماره؟ بعد داداش، اصل پیشکشی دندوناشو نمیشه. چی فرمودین قربان؟ نه هیچی، منظورم اینه که تو اگه این پولا رو بشماری کلی طول میکشه. تو برو به خاله مشکل. نشورد قبول. خیلی ممنونم. حالا برو خدا حافظ. برو. تو هم برو ببین آقای معاون چیکار داره، کمکش کن. باش قربان. خب حالا آدم با این همه پول چیکار بکنه؟ معلومه دیگه، بذارش تو صندوق برو استراحت کن منزل. نفهمیدم استراحت؟ آدم این همه پولو ول کنه بره استراحت کنه؟ با آقا شما از بس وظیفه شناس و فعال هستید
اعصابتون خسته شده، بفرمایید برید استراحت کنید. شما بفرمایید، فعلا من خیلی گرفتارم، کار دارم. عجب، شما از وقتی که از تهران برگشتین به کلی عوض شدید. اون جریان آمپول زدنتون، اینم سرپیچی از اوامر پزشک معالجتون. عوض اختیار داری دکتر جون، کی عوض شده؟ مای بچه ای آدم هم مای عوض میشه. تو برو به کارات برس، تمانم پولا رو جمع و جور کنم و بیام. باریکلا، برو بیام. عجیبا. نرفتی؟ بابا مذهب در خدمتم. در خدمتم بابا ایری، در خدمتم. بریم اینم در خدمتم بابا ایری، در خدمتم. خب دکتر جون، من میخوام یه سری به دفتر کارمندان بزنم. احتیاج داری؟ در خدمتم هستم، تو با هم بریم. بیا بریم، در خدمتم. بوره دکتر جون، خیلی ازت ممنونم، قربت دارم. من رفتم خدا حافظ. نجوری شما در خدمتم، منم را بازی بری در خدمتم قربت. بابا والا بلا من کار دارم، میفهمی؟ مگه نمیگی کار داری؟ خب منم باید میام دیگه. بیا تا جونه در آن در خدمتم آقای رئیس. کجا هست؟ حالا که اون رو منو بالا میاری. خب دکتر جون، خیلی از لطفت متشکرم، من دیگه مزاحم نمیشم. نه خیلی عصبانی به نظر میای. بذار یه معاینه دقیق ازت بکنم. بکن بابا، من تو مریض دیگه نداری، فقط من مریضتم. هی معاینه، هی آمپول، چه خبرته؟ برو یختم به کار دیگه ات برس آخه. لا لا، برو داداش، برو جونم، برو قربونت برم. عجب دکتریه بابا، از زور زورکی میخواد با آدم آمپول بزنه. گلی، این رئیس چشه؟ چقدر عوض شده؟ از وقت بهش آمپول زدیم، تو رو خدا بذارین یه خورده استراحت بکنه. لطفاً از این طرف. خیلی خوب، میرم یه سری به مریم خانم میزنم. بهروز خان، شام میخوریم براتون بیارم؟ نه خیر، تنها هم بزنم، میخوام با خودم یک خود اختلاعات کنم. عجب کرتات لوس و بیمزه ایه این دکتره، چه سمجه؟ ولکن نی؟ درست شد گلی، بودو اصاب همون، من ازم خبرم همون. ای داداش ببینم راه داریم برمایی سوارشو بریم. کجا بریم؟ آقا رئیس سوارشو بریم. هر چقدر پول بخوای بهت میدم. برو میدم، برو میدم. بچه ما رفتیم. خدا من را دیالا پیچون بیه بالا. اومدم بابا، اومدم. برو بیدم هر چه من میگم، برو با. چرا واسدی؟ برو باز دیگه چه خبر شده؟ آقا جون کبک کنی، باز دیگه کلام مریم خانم دعواشون شده. خب به من چه؟ آقا برو خیابونه بانک. بله خب بابا. آخه بابا یه دقیقه صبر کن، مال مسخره کردی به من. میگن صادق بوقی، من کار واجب کاری دارم. مریم خانم گفتن اگه آب دستونه بذارید زمینو بیاییم.
آقا جون برو خیابون بانجا. آخه من الان نمیتونم بیام داداش. هیچ کاری واسه فرزی نیست داداش. اونو تو گفتم برو معطل هستی. بفرما رسیده بله ما چی میشه؟ باید اگه سب تو من الان بر میگردم. برای اینجا نکاری ها باید تو آقا بابا جون چه اینقدر سنه جیم چه بریم بابا جون نمیتونم بیام بیل کنم بابا باید تکیب بیارین آقا آره سرمایش داشتی؟ نه خواهش میکنم شما بفرمایید بی خودی واسه من آبغوره نگیر. میخوام یک کلام حرف حسابی بزن. یا همین امشب باید تمام طلب منو بدی یا فردا تمام دار و ندار تو زخم. یا این که آقای یک کلام شما زن و بچه دارین، دخترتون همسن و سل منه، این حرفا از شما بعیده. این حرفا از شما بعیده؟ آره ده اشتباه تو همینجاست جونم. ببین مریم جون، از قدیم و ندیم گفتن دود از کنده بلند میشه. یک کلام بهت بگم، تو اگه همه دنیا رو بگردی یا کسی به خوبی ما پیدا نمیشه. الا که یک کلام دوره کرد بلم کن. گریه نکن جونم، گریه نکن، دل من ریش ریش میشه. ببین جونم، اگه یه ماچ فقط یه ماچ بهم بدی یا 2000 تومن از نزول پولت کم میکنم، 6 ماه بهت مهلت. ولم کن الان داد میکشم. یه انسان همش یه ماچ، فقط یه ماچ. چه سنگ دلی بی انسان، مگه چطور میشه یه ماچ به هم بده پای نزول پولت کم کنیه؟ تو یه انقدر خسیس نبودی. عجلا بسه تو نمینی عجب کلکیو با. یک کلام بگم باید طلب منو بدی، من دیگه بیشتر از این نمیتونم. چیه آقا یک کلام؟ باید این چه علم شنگه ایره انداخی؟ چرا نمیذاری ما به کارمون برسیم؟ بیروز خان کمک کنین من از چنگ این بچنس نجات بدیم. حالا که اینطور شد یه صفر دیگه به سرندت اضافه میکنم، به جان آقای بیروز خان به سرندش اضافه میکنم. ببینین آقای بهروز خان، وقتی که پدرم مرد این آقای سند 20,000 تومانی ازش داشت، حالا ادعای 200,000 تومان میکنه. ازش بپرسین آخه چرا؟ آخه چرا؟ برای اینکه خیلی بد اخلاق و سنگدله. بهروز خان شما که میدونین من تو این دنیا غیر از مادر پیرم هیچ کسو ندارم. این مرد چشمش دنبال من و شب و روز برام ایجاد مزاحمت میکنه. شما رو به خدا تکلیف منو با این پیرمرد روشن کنی. الله اکبر، بازم این یارو مارو اینجا کاشت و رفت. منو میگن صادق بوقی. بابه این یارو بگو صداشو ببر خفمون کرد. ده اتوان بده واسه چی؟ یه کلام گفتم بده بگو چش. و دکتر جون تو هم که یه کلام میشدی یه بگی برو بینم برو. تاکسی که قد نیست، یه تاکسی دیگه سوار شو. خیلی خوب خیلی، اینم مال خودم. خب آقا یه کلام حالا کوتاه بیا. این دفعه هم به خاطر تو تا فردا بهش مهلت میدم. حالا کوتا فردا؟ خانم از این ستون به اون ستون فرجه، ناراحت نباشین درست میشه. متشکرم بهروزان، خیلی لطف کردی. خواهش میکنم، اختیار داریم، وظیفه ماست. ای بازم از دست ما کاری برمیاد حاضری بندگی کنیم. شما از ترون برگشتین چقدر مهربون شدین. حالا بفرمایین بشین یه چایی بخورین. قربون شما، آخه باز برم کار دارم، با اجازه. آقای رئیس کمک کنید، بانکو زدن. نه جون شما، تمام موجوده بانکو بردن، دوزم گرفتیم. چی؟ دوزو گرفتیم؟ بله قربان. کجاست؟ تو بانک، منتظر شما بودیم که تشریف بیارید تا تحویل کلانتریش بدید. بریم میرم کیه؟ همین سر قربان، بفرمایید. بریم آقای نگهبان، به خدا من دوزیستم، والله من دزدیستم. پس اینجا چه کار میکنی؟ من اومده بودم اینجا زمینا رو تمیز کنم، به خدا دزدیستم. آره تو بمیری، پولا کجاست بگو، و الا اینقدر میزنم تا راستشو بگی. من که نمیدونم، یه دفعه بهتون گفتم. آقای رئیس میاد و تکلیفت رو روشن میکنه. بلنشو آقای رئیس اومد. اگه پولای منه سلام قربان باشم زمین زمون یکی میکنم. والله من دزدم. بفرمایید رئیس، دزده اینا. آخه به اینم میگن دزد؟ شیطونه میگه بزنم تو سرشا. بگو بینم دوست تو رو کجا گرفتن؟ منو همینجا قربان، دم در وایساده بودم، درم باز بود.
یه دفعه این آقای نگهبان با دوچرخه رسید و هوار زد. آی دوز، آی دوز، آی دوز. موج ما رو گرفت. حالا هرچی ما میگیم والا به خدا ما دوز نیستیم. برید دوز اصلی رو پیدا کنید. باور نمی کنه. راستشی بگو آقای دوز، 600 تومن منو برداشتید. والا به خدا من دوز نیستم. هفتر آهله دارم. خدا روزی اون هفتر رو به دست من سپرده. حالا اگه من بیافتم زندون تکلیف اونا چی میشه؟ به درک. میخواستی دزدی نکنی جونم. آقای رئیس گول زبون چربش نکنین. پاسبان سر کنم؟ پاسبان؟ نه 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 لازم نکرده. بینم شما دیواره کوتاه‌تر از دیواره این بدبخت پیدا نکردید. این بیچاره که دوز نیست. دوز اصلی من پیدا کردم، پولارم ازش گرفتم، منتهاش فرار کرد. داشتم تعقیبش میکردم که این آقای دکتر نداشت. فهمیدین؟ بنده آقا جان، بنده آقا جان. بله حضرت آقا. هی گفتم کار واجبتری دارم، گفتی نه بیبریم مریم رو نجاتش بدین. بنده غلط کردم آقا. خیلی خوب، حالا از این حرفا گذشته، بیاین اینجا من باهاتون کار دارم. چوبه به بچه داد. گوش کنین، پولا که پیش منه، فقط ازتون خواهش میکنم راجع به جریان امشب با کسی صحبت نکنین، چون آبرو و حیثیت بانک در میونه. سرکار ما. نه نه خاطر جمع باشید آقای. خب حالا شما بفرمایید تا من یه تحقیقات این بابا بکنم و برگردم. بله بله تحقیقات لازم است که لازم است. چه گیری افتادم. بابا روتو برم. بیا پایش. چه داد نداری؟ چه عصبانی مزاج. بیا تو بینم. چه؟ بیا تو. آخ دمرم. سلام علیکم. سلام زهر ماست. باشه قربون شما. وای قیافه رو نگاه کن. خب چی کار کنیم دیگه؟ نه کسه بیماره نه تو خجالت نمی کشی این چیز دوزی کردنه. تو چه آبروی هرچی دوزه آدی بردی 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 چره میزنی؟ به خدا اگه من دوز باشم. رنده دوز نیستی که این قیافه رو پیدا کردی. دراز تن لش. خبه خون میگی؟ بله رنگه میزنم که بیمیری. باشه خبه خون میگیرم. باشه باشه. بیا رو دو جمع کن. یکی دیگه هم بهم بده. میزنم تو سرت ها. خب خب بگو بینم اسم چی اهل کجایی همدستات کیان؟ اسمم حسن دراز اهل درونمش همدستی هم ندارم. بگی بشین الان تکلیفتو معلوم میکنم. باشه. هو چیه؟ مگه جالیز داری آب میندازی؟ هو چیه؟ اسم دارم حسن دراز. الو مرکز خط آزاده. اینجا بانک پول، من رئیس بانک هستم. میخواستم با تهران صحبت کنم. لطفا شماره 49436 بده. خیلی متشکرم. متشکرم. فریبا؟ بله عباس تویی؟ آره خودمم. یارو چطوره؟ نون نون بغل دستمه. کیه عزیزم؟ یکی از دوستم جونی. باش نفهمیدم. فریبا چیکار داری میکنی؟ چرا صدات نمیاد؟ من زیاد وقت ندارم. ببین تو باید یارو تو فردا نگرش داری. خوب ازش پذیرایی کنی. نفهمیدم فردا باید بمونه؟ آخه میترسم تموم کنه. یارو اصلا مریضه. میدونم بابا اینجا مرتب آمپولاشه به من بدبخت میزنه. گفتی تو فردا نگهش دارم. میگه مریضه باید بره. خب دیگه مزاحمت نمیشم. فعلا شبت خوش. هیچی عزیزم دوستم رو میگم. خیلی مریضه. آره عزیزم خیلی مریضه. خیلی بولکی. بیا جونی به سلامت کنم. نه خیلی خوشم. ممکنه یا نمیتونم. این همه مشروب من خوردم. چه با نمردم. آقای رئیس تو رو خدا منو ببخشی. خب چون پسر خوبی هستی میبخشه. قربونشم. اما راه رسم دزدی نیست. قربونت برم. پس چیه قربونت برم؟
اولا باز سر وقت رو درست کنی، دوباره یه نقشه حسابی بریزی، سوم باز سلام دیگه. سلام علیکم، شما اینجا چیکار میکنید؟ دیدم شما دیر کردین، اومدم ببینم دوزو گرفتین، چیکارش کردین؟ دوزو بفرمایید، این آقا دوزه. سلام علیکم. وای خودجون، شما چه جرأتی دارین از این دوزه نمیترسین؟ من تا حالا دوز ندیده بودم. بهروز خان، همینون که سر آدمو میبرن؟ نه بابا، این از اوناش نیست. چرا نبردینش کلانتری؟ کلانتری؟ نه. نه بابا، آدم بدبختیه، سر تو پاش دهشی نمیارزه، خیلی بی دست و پا. پس زودتر بریم خونه، من از دوز میترسم. گفتم بهت که خیلی بدبخته، مثلا این بخشیدم. آره برو سر وقت درست کن، فرقی سری من بزن با این بیست تومن. بفر تو برو ده برو برو پس کفی از دو میترسی. آره تو رو خدا زودتر بریم منزل. منزل واسه چی؟ آخه من برای تو شام پختم، یادتون رفت؟ آره نه، هم باشه فردا شب. نه آخه قرارمون امشب بود، بیایم بریم دیگه. آخه خواهش میکنم بیام. خیلی خب بریم. چادر ناظرین، خدایا شکر. راستی نگفتین با کی کار داشتین؟ شاید سیمین بود. سیمینی یا که؟ نمیدونم چرا امشب اینجوری شدین، اصلا خیلی عوض شدین. چطور؟ عوض شدم؟ نمیدونم والله، آخه چطوری عوض شدم؟ آره عوض شدین، همچین جدی و اصلا یه جوری دیگه شده. گل شام حاضر کن، بهروز خان اومده. خدا بهروز خان یه کاری بکنین، من از شر این یک کلام راحت بشم. همونطور که گفتم شما از طرف من وکیلین، هر طور که مایلین این موضوع رو حل کنین. بینم شما میونتون با این آقای یک کلام چطوریه؟ خونتون رفت آمد میکنه؟ یادم نبود که هم پیدا آخر پاک گرفتار شد. خب من باست راجع به این موضوع فکر کنم، اجازه بدین. میگم که شما یک کاری بکنید. چه کاری؟ راستی چی کار کنم؟ فرداشم دعوتش کنیم بیاد اینجا. من از ریخت این پیرمرده بیزارم، وقت دعوتش کنم اینجا؟ اگه میخواین خیالتون راحت باشه و سنداتون رو پس بگیرین، هرچی من میگم باز گوش کنین. گل شام حاضر شو؟ الان. آره بابا این شام وزیو بخوریم، من با اجازت شام میخورم، مرخص میشم، کار دارم. کجا داری؟ مگه شما به من قول ندادین این موضوع رو حل کنین؟ حل میشه، مطمئن باشین همش درست میشه. Okay.
کسی نیاد. پروردگارا به این کمک کنی زودتا سوراخ بشه. زلیلت کنه دختر. باش زلیل بشی دختر. کور شدم. کیه تایی؟ آره. که به باغ اومدی. بیا. بیا تو. آی کور شدم. آی مرده. آقا چی شده؟ چشمتون درد میکنه؟ آره نمیدونم چی رفت تو چشم. فوت کن فوت کن. آقا این حرکت چیه شما؟ فوت کن فوت کن. یکی رو یکی رو تو بیا فوت کن کار نباشه. رهنا جون رهنا رهنا میشه دیگه چی میگم؟ رهنا علاج قربونت برم. شما نمیدونین دارین چی کار میکنین؟ آقا این حرکات چه معنی داره؟ رهنا جون یک کلام بگم، من مردتم. اگه اینو ماش بس هلو فوس بکنی و نمک بپاچی بذاری گوش لپ منو، هر چی دلت بخواد بدی. هر چی بخوام بهم میدی؟ ای من حرفم یک کلامه، وقتی گفتم میدم میدم. خیلی خوب بفرمایید. رهنا برپریده کجایی؟ من دیگه خسته شدم. تو هنوز با این صورت صاحب مردت برمیری؟ خجالت بکش پیر من. پیر مرد اون باباته. یک کلام میگم حواسم رو پرت نکن. ریشم بلنده، تیغم تیزه، میترسم بباره. خدا کن اون گردن تو ببره که از کرت راحت بشم. یه ساعتی که ناشتایی حاضره سی بیاده. الان بیار جورا برو قرور دارم. برو الان بیار نسی بود بفهم. رنا برو اون ظرف کرار رو یه خورده نونم برده بیار. چشم خانم. رنا خانم اونجا؟ بله آقا. خیلی خوب مده شیطون بله. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر. سیمی خوب؟ الان میام. خیلی خوب. خیلی خوب میگم. سلام پاپا. سلام جورا. رنا رنا چند تا چایی بریز مرم. چشم خانم. چرا زور زدی منو نگاه میکنی؟ مگه چی شده؟ معلومه دیگه، دخترم میخواد عروس بشه، منتظره که به قولت وفا کنی. دو سالی که لباس عروسیش حاضره، دیگه داره میپوسه. تو هم که هی امروز فردا میکنی. آخه خانم جون، من که نمیتونم برم سر کوچه و بازار جار بذارم. آی ای یوهناس بیاین دختر منو بگیری. آقای سعادت خودش باید پیش قدم بشه. اوه سعادت، باز اسم اون پیر کفتار آوردی؟ آخه پاپا، من سعادت رو دوست ندارم. با اون ریشش نفهمیدم. دوست نداشتن که دیگه قرائت فرارا ده میخواد. اصلا به تو چه که دوست داشته باشی یا نه؟ اصل کاری منم باید بپسندم بهش که اونم پسندیدمش دیگه. خیلی بیخود کردی. من اگه بمیرم نمیذارم دخترم زن اون بشه. هیچ به روز نی؟ خانم جون یک کلام بگم، آدم باید همیشه دست بالا رو بگیره. اگر سعادتی نباشه که پولاشو تو بانک بذاره، بانکی وجود نداره که آقای بهروز خانتون رئیسش باشه.
حالا که هم بانک وجود داره هم رئیس بانک، تو هر کی میگه حرفت مفته. من دخترمو به بهروز میدم. یک کلام بگم، اگه بازم من یک که به دو بکنی میذارم که پامو تو خونه نمیذارم. جهنم که میذاری کیو میترسونی؟ من حرفم یک کلام، اگه برم دیگه بر نمیگردم. من چرا معطل؟ بسیار میرم. این تو اینا دختر لوسه، اگه پشت اون گوشه تو دیدی من توی خونه میبینی بری که بر نگردی. خفه شدم دیگه، میزن تو مغزتا. هنوز بابا تو نمیشتن من امشب بر میگردی. بفرمایی. سلام. سلام مریم خانم، خوب شد دیدم اتون. حتما امشب یک کلامو دعوت بکنیم منزلتون رو. حالتون که خوبه ایشالله؟ مرسی. بفرم بشینیم. دیشب که بهتون گفتم با وجودی که ازش بدم میاد برای خاطر شما دعوتش میکنه. باز خاطر ما چرا؟ باز کار خودتون. خب یه برنامه برای دوتایمون تهیه دیدم، چطوره؟ هرچی باشه عالیه. خیلی خوب، اول میریم سر زمینای ما، شما اونا رو میبینیم و وامی رو که قول داده بودین بهم میدی. خب بعد؟ بعدش هم نهار رو با هم میخوریم و یه دری هم میریم. خب بعد؟ خب بعد نداره، بر میگردی. ها؟ آه بله دیگه، همه شما دریا. بعد مدت ها که ما گذرمون به کنار دریا افتاده یه تنی به آب میزنیم. چطور؟ ما که اون هفته رفتیم دریا. آخه این دو سه روزی که من تهران بودم به نظرم چند سال اومد. و اما راجع به وام، راستش من دیشب واسه شما خیلی ناراحت شدم. این بود که تصمیم گرفتم هر طور شده کار شما رو درست کنم. به همین دلیل اول بهتون وام میدم، بعد میریم زمینا رو میبینیم. چطور؟ مگه ممکنه؟ یا چرا که ممکن نباشه، تو کار ما غیر ممکن وجود نداره خانوم. بینه 5000 تومن بسه، اگه بیشتر میخوای بگو. چی؟ شما میخواییم 50000 تومن به من بدی؟ چرا که ندم، مال بابام که نیست، یعنی مال خودم گشتمش تو با. آقای رئیس کجا تشریفه؟ به به مریم خانم، شما کجا؟ اینجا کجا؟ حالتون چطوره؟ جواب سلام من نمیدی؟ بسیار خوب، حالا حالیت میکنم. اگه سندتو اجرا نذاشتم چی رو اجرا میذاری؟ فرمایشی داشتی؟ تو دیگه چرا خودت واسه ما گرفتی؟ تو اول صبح با همه دعوا داری؟ من دیگه داد نزن اینجا بانک، تو هم ناسلامتی رئیس بانکی. خیلی خوب خانم، من برای دیدن زمینای شما میام. خیلی متشکرم. معذرت میخوام که ما نه دیدن. خواهش میکنم، همیشه این کارا بکنید. خداحافظ. نه فهمیدم. حالا دیگه پاتو تو کپ شما میکنی؟ آره؟ نه با من بچه‌ای. خب من میخوام برم یه سرکشی به باجا بکنم، کاری نداری؟ باجا رو برکن، کار مهمتری دارم. میخواستم راجع به قرار اون روزی صحبت کنم. کدوم قرار؟ بابا فراموش کردی؟ همون قراری که تو به من و سعادت اعتبار بدی بریم اون جنسا رو بخریم. تو که خودت یه پا با ما شریکی، 30% هم بهت میرسه دیگه. حالا دیگه چرا خودت عقب میکشی؟ اما آخه آقا یه کلام، والا این کارا خوبه. حالا دیگه واسه ما معلم اخلاقم شده. اصلا میدونی چه بروسان؟ از وقت از تهران اومدی عوض شد؟ نه بابا عوض که نشدم، آخه امروز کارم خیلی زیاده، فردا بیا ترتیب کارتو بدم. خیلی خوب، من میرم فردا میام، اما یک کلام بهت بگم، اگه فردا پولا رو ندی کارا خراب میشه. من رفتم، خداحافظ. خداحافظ. ما رو بگو که باز پاکیه سر کله بزنیم، عجب آدم های عوضیه. هم نلیکم چیه ندید بدی؟ باری کرده، باری کرده. یه پروف بیشتر نرفتم، اینه بهتر از این در میمه. پرامینی خیلی سرد میشه. حالا گوش کن، یه کاری باید واسه من انجام بدی. بفرمی. بیا جلوه بگم، حواس تو جمع بود، گوشتم خوب بازه بازه. بیا جلوه. هم داری بگیم همین جانم. آره دیگه، چش قربون شد. برو میرم چیکار میکنم. باشه خدا. Thank you.
چرا شوهر بدجنس تو دست از سر دخترم ور نمیداره؟ شوهر من؟ شوهر بیچاره من که اینجا خواهده؟ اون سر دارم کلا گذاشته اینجا نیست. اون همین الان به اتاق مریمه دفته اونجا که دختر بیچاره من رو اذیت کنه. ای روح تو رو به جان مریمت قسم میدم با من کاری نداشته باش تا من خودم برم حساب این مرده ها رو برسم. باید جان باش خودم حساب خدمتش میرسم، یه بلایی به سرش بیارم که خودش حض کنه. این چیه اینجا؟ پیژامه‌هاش هم اینجا گذاشته؟ برم به من کجا رفتی؟ اگه گیرش بیارم که میدونم که بلایی سرش بیارم. باش که من نمیدی آخه خودت تلفن کردی که من بیام اینجا. بله ولی تا فردا صبح خیلی وقت داری. آخه من عجله دارم جونم، یه وقت میترسم زنم سر برسه و قشقرق به پا بکنه. مگه از زنت میترسی؟ سگ کی باشه که ازش بترسم؟ چیزی هست نمیخوام آبروریزی بشه. مریم جون حالا یه ماچ به عنوان اشانتون به هم بده ببینم اصلا به مزاجم میساز یا نه. گفتم عجله کار شیطونه. مریم جون یه تفاهم پاک شده. مریم جون الهی که قربونه اینقدر اسم زنمو نگیر. اصلا میدونی چه مریم جون یه کلام بهت بگم، من میخوام اون پیری کفتا رو طلاق بدم و تو رو بگیرم. فعلا کن خجالت بکش، اگه الان زن سر بریسه چی کار میکنی؟ غلطی نمیکنه بخونم، اون الان خواب خوابم آره خوابم. چه غلطی کردی؟ حالا دیگه من پیری کفتا شدم. آن من هم دیگه جو میرم که دیگه زیاد بارد آوردی؟ بله همه سندا رو آوردم. بدهش بفرمایید. لاکر داره ببین چند تا هم بوده. خب گوش کن، تو باید یه کار دیگه واسه ما انجام بده. چه کاری آقا؟ فردا صبح یه ماشین کرایه می‌کنی میاری میذاری در خونه ما. یاد نره نه بیا پولم بهت میدم. خود بیشتر بدی بهتره. دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، بس دیگه. خب یادت میمونه یا نه؟ بله. من منتظرتم. باشه خب. من رفتم. خداحافظ. قربون شما. خداحافظ. Thank you.
خب شما اینجا هستین؟ کی اومدین ها؟ والا همین الان اومدم، دیدم اینجا سر و صداست، گفتم برم ببینم چه خبره. ببینم پس شما خبر نداشتین؟ این آتیشو خودتون روشن کردین، حالا میگی خبر نداشتین؟ اما خوب آبروشو بردین. آخه دیدم اون یارو پیرمرده خیلی والا و شیدای شماست، خواستم یک کار خیری کرده باشم. خیلی متشکرم. پس فقط میخواستین یک کار خیر کرده باشین؟ دیگه مطلبی بین ما نبود؟ اون قول مردونهی که دادین من از شر یک کلام راحت کنین این بود که امشب تو خونه من این بساط را بیفته ها؟ آره؟ همه همسایه ها پشت سر من حرف بزنن. خیلی متشکرم. نمیدونستم هم نفت شما. نه بابا شوخی کردم، حالا دلخور نشو. ای راستی داری گریه میکنی، چه دلخور. خواهش میکنم سر به سر من نذاری. نفهمیدم. همه امید من به شما بود. خب حالا فهمیدم که تمام مردم مثل هم دیگه. شما هم لنگه یک کلامی. چی؟ یک کلام؟ خانم خدا نکنه ما مثل یک کلام باشیم. او هم آدم پستی، هم دزد ناموس مردم، هم مزاج و کلک سوار میکنه. بالاخره رفیق جونجونی شما. من اصلا این بابا رو نمیشناسم. چطور نمیشناسیم؟ شما که شب و روز با همین چطور نمیشناسیم؟ نه به منظورم اینه که این ریختی نمیشناختمش. حالا واسه اینکه به ثابت کنم قول مرد یکیه، بفرما اینم سنده یاکم، این درسته؟ بفرما دیگه خاطر جمع باشی، یک کلام جرعت داری نیم چپ بد بکنه. جیری افتاد. راست میگی، اینا رو از کجا آوردی؟ با جکر خیلی مزرم بگم، ببخشی مختیار از دستم برم. اشکال نداره، شما مثل خواهر ما هستی. بازم که داری گریه میکنی. خب حالا الحمدلله دیگه خیالت راحت شد، من با اجازه باز برم، خیلی خیلی کار دارم، ببخشید. نفهمیدم دیگه واسه چی گریه میکنی. هیچی، پس موضوع نامزدی شما و دختر یک کلام راسته؟ آره. چطور؟ آخه میگین من مثل خواهرتون هستم. خب این چه ربطی به موضوع داره؟ هیچ ربطی نداره. اون حرفا یادتون رفت که میگفتین منو دوست داری، میخواین با هم عروسی کنی؟ آره یادم رفته بود، خیلی باز ببخشین، خیلی معذرت میخوام. حالا بیا و درستش کن. عباس آقا خدا واسه ساخته، دیگه بهتر از این نمیشه. خب جونی حالا شم حرفی ندارم، اگه منو دوستم داری من یکی حاضرم. من که سردر نمیارم، یه روز میگی دوست دارم میخوام با عروسی کنم، یه روزم میگی مثل خواهرم. نه تو واقعا دختر خوب و نجیبی هستی، دست پختم که بد نبود، دیشب شوم خوبی درست کرده بودی. حالا به راست راستی دوستم داری؟ آره دوست دارم، مخصوصا حالا که اخلاقت عوض شده خیلی هم دوست دارم. موضوع دختری کلام چیه ها؟ جون خودت فکرشم نکردم. خب از کجا میخواستی بری؟ میخواستم برم بخوابم دیگه. فردا میای بریم کنار دریا؟ کنار دریا؟ باشه واسه خاطر تو کنار دریا شب بیام، اما بعدش تو هم باز با من بیای بریم تهرون. ها مگه منتقلت کردن تهرون؟ آره نه یعنی مأموریت هم اینجا تموم شده، قراره یکی دیگه بیاد جای من بانکو تحویل بگیره. اون چیه؟ ویولونه؟ بله. پس تو ویولونه میزنی؟ آره. چرا معطلی؟ پا پشو بزن بده دلم واشه. Thank you.
میگم یه دهنم باش بیا بذار بیشتر صفا کنیم. الهی هر که بدخواه تو باشد سرنگون گردد جل جل. Thank you.
سویم دوست دارم من، با کی گویم دوست دارم من، مهرت جویم دوست دارم من، از من مشو گریزان، با من وفا کن ای جان. روحان سویم دوست دارم من، تا کی گویم دوست دارم من، مهرت جویم دوست دارم من. رو کن سویم دوست دارم من، با کی گویم دوست دارم من، مهرت جویم دوست دارم من، از من مشو گریزان، با من وفا کن ای جان. تو چه ماهی اگه دل اغلام، تو گربانی دل و جان، تو چه ماهی اگه دل اغلام، تو گربانی دل و جان. میدونی وقت تو خوابم سینه سوز خوابد و هست، میدونی وقت تو خوابم سینه سوز خوابد و هست. سیدی دل من دام نهی جان نهی، حال هندو چو بود بر لب جادوی تو، لب یاد لب تو بر لب پیمان نهی. Thank you.
دستی حالا رئیس بانگو فریبا در چه حالا؟ میخواستم برم بابا سر چم میبرید ما نمیریم داشت شما نمیرید؟ نه کار داریم آقا ببخشید من میخواستم برم بابا سر چم میبرید 150 تومن نمیشه 100 تومن ببرید؟ نه صرف نمی کنم 100 تومن ببرید 110 والا خیلی ممنونم مرسی لطفا یک دام تون بود بگم که اینجا رو نگاه کن راست من یه قطعه زمینم اینجا دارم بدونه چیه؟ من میگم اصلا زمینا رو ولش. هر چی داری مفت چنگت باشه. حرف نمی‌کردش به این خوبی رو خرابش کنی. آخه من حالا بیا آخه تو ما رو داری هیچی نترس. حالا واسه لو شدن مسابقه می‌ذاریم. هر کی زودتر لو بشه و برسه به در یا اون برده. یا لو جا. خیلی خوب باشه. عباس چون چه شده درویش گونه داش. حاضر اومدم اوه داشتم با چیز میزم از در پسر حواست کجا عالیه کیف کردم برفتیم وایسا ندیم خسته شدی ها آره الان میگیرم تا حالا اینقدر بهم خوش نگذشته بود جون تو یعنی میخوای بگی تا حالا زنی تو زندگیت نبوده اینطوری نه من تا حالا به تو دروغ نگفته بودم باور کن راست میگم خوشگله تو گرسنه‌ت نیست چرا وقتی تو رو میبینم اشتهام بیشتر میشه خب پس بریم یه چیزی بخوریم بریم تو از تهران برگشتی یه جور دیگه شدی نه جون تو یه حرفا کدومه یه جور دیگه چیه ببینم تو نخ چی هستی نمیخوای به ما بگی نه چیزی نیست واسه زندگیم تنهاییم ناراحت بابا اونه که گفتم فکرشم نکن الانی که برمیگردیم شهر من کارا رو روبرا میکنم موضوع دختری یک کلمه هم حل میشه میدونی چیه من اصلا قیافه این دختره خوشم نمیاد دیگه بهتر از اینم میخوای شیزه نه راستی یه وقت آب نبردش یه دقیقه صبر کن
شبم الهی، مال منی تو خواهی نخواهی، پول تو می باشد درمون دردم، شیطون میگه هر روز دورت بگردم. کیف کی فدایت شبم الهی، مال منی تو خواهی نخواهی، پول تو می باشد درمون دردم، شیطون میگه هر روز دورت بگردم. ای کیف پوست مشو جدا از من، دوری نکن تو رو خدا از من، ای کیف پوست مشو جدا از من، دوری نکن تو رو خدا از من، به من دیگه کلک نزن قایم نشم، ده چشم من حل داده هر مشکل تو هستی، تا بر من آری شادی و مستی، مایی مشوقه اسکن پرستی. دردم شیطون میگه هر روز دورت بگردم، ای کیف پول مشو جدا از من، دوری نکن تو رو خدا از من، به من دیگه کلک نزن قایم نشم، ده چشم من حل داده هر مشکل تو هستی، آن بر من آری شادی و مستی، مایی و موقع
دادی بیداد نمیخوام بابا نمیخوام آقا شما مریضی من باید بزنم دکتر یک کلام گفتم دیگه آمپول نمیخوام باید بزنم برو قوم شد که باید بزنم مفیده برای تو نمیخوام بابا آمپول مگه دوره دکتر نمیخوام آمپول بابا جو دست از سرم ورده دارم آقا من نمیفهمم کجای دنیا راست به که سلفات و سود و بادم تزدیر کنم آقا بی انصاف تو بس که به من آمپول زدی منو مثل آبکش سوراخ سوراخ کردی آقا جان این دیگه آخریشه خیلی خوب. ای آخریش بفرمایید. آخه. آخه. بگم دلیل کنه دوست. یا لزود باش من برات طلاق بده. یا لزود باش. تو چی میگی زن؟ چی میگی؟ مگه نمیبینی زیر دست قصابم؟ میکشمت. زندت نمیزنم. اگه بمیریم باید طلاق منو بدی به یالا باشو بریم طلاق منو بدی باید همه امروز طلاق منو بدی یالا خانم جون دست بردار دارم میمیرم به جهنم تا که پدر منو در آوردی بابا یه آمپول زده رو تموم نشد گفتم میکشم دیگه دیکت میکنم همین الان دارن با خانوم میرن بیرون قربون تو دختر با معرفت سلام بهروز خان دستم به دامنتون کمک کنی چیه چرا گریه میکنی پاپا و مامانم سخت با هم دعواشون شده آخه سره چی سره همون افتضای دیشب پاپا ماما پاشو توی کفش کرده که طلاق بگیره زندگی ما داره از هم پاشیده میشه نه ترچونم ننه و بابای تو همیشه با هم سر ولی این دفعه دیگه خیلی جدی بهروز خان فقط شما میتونین آشتیشون بدین خواهش میکنم بهم کمک کنی آخه من هزار کار دارم تو رو خدا تا دیر نشدی بیاین اگه اونا کارشون به طلاق بکشه از هم جدا بشن من به کلی بیچاره میشم خواهش میکنم بیاین برو آشتیشون بده هرچی باشه ما این آتیش رو خواهیم آقا من عیبی نداره برو خدای خدا به تو سپرد خواهش میکنم تو دارم میام یه بار بکنم چجوری دارم میمیرم خیال مگه من میذارم تو بمیری اول باید طلاق منو بدی بعد بمیری یک کلام گفتم طلاقت ببینم چی؟ برکن دیگه چی؟ آقای کلام خدا بر نده چی شده نبینم بهروز خان اگه تو مسلمون یه چیزی به این زن بگو پدر منو در آورده آخه من دیگه دارم میمیرم به درک میمیری نزن تو سرم مار دستت بزن بهروز خان من دیگه از زندگی با این مرد خسته شدم آقای یک کلام یک کلام گفتم باید همه امروز طلاق منو بدی خانم این دست بردارین شما 30-40 سال آزگار با هم زندگی کردین تازه حالا خسته شدین و بهروز خان باور کنین تمام مدت 30-40 سالی که من زن این مرد شدم همه زندگیم همین جوری بوده ببینم همش همین جوری بوده اینجای بابای آدم برو گو خون بگیر اول کن دیگه تا با آمپوله بس که موضوع خیلی جدیه و عدد منم کاری ساخته نیست و با اجازه شما خدا بهروز خان تو رو خدا نرید فقط شما هستین که میتونید اونا رو با هم آشتی بدید آخه خانم جون شما به قول خودتون 30-40 سال با هم ساختین این 4-5 سال آخری هم دندون رو جگر بزنی نه من آدم همش چقدر عمر میکنه والا آی قربون اون دهنه باور نمی کردم آقا بهروز که تو یک کلام حرف حسابی بلد بشی اون دهنه تو باز ماچ قربون شما من اینقدرام پیر نیستم که شما خیال میکنین بهروز خان اختیار دارین خانم من که نگفتیم شما پیرین مقصودم اینه که دیگه این حرفا از شما بعیده شما دیگه حالا باید یواش یواش تو فکر شوهر دادن دخترتون باشین ببینیم ماشاءالله چه بزرگ شده آفرین آقا جان اصل مطلب همینجاست من برای اینکه روی شما رو زمین ننداخته باشم حاضرم از صلاح در نظر کنم به شرط اینکه یک کلامم با عروسی شما موافقت کنه چی؟ عروسی کی؟ شما و سیمین دیگه من و سیمین؟ البته آدم ماده عزیزم به نظر من شما لیاقت دختر منو داری درست اما ادنه بدیم منم هر پو بزنم به به مبارک بشه آقای رئی خیلی خوشحال شدم بیجی دختر بیا خیلی خوب بسته دیگه حس کردم کیف کردم مبارکتون باشه خیلی خوب اگه دعوا سر دختر منه هر گلی که زدین سر خودتون زدین اما آقا بهروز یک کلام بهت بگم این دختر خوبیاش به من رفته بدیاش به این ننش پس حالا که اینطور شد باید همین امروز عروسی سر بگیر خانوم دختر تو هم برو به نصرالله خان بگو بیاد بساط عروسی رو رو برا کنه خانوم آخر
یه حالون گربونه تام من امروز باز برم هزار کار دارم. شما دیگه داماد شدی نباید کار کنی. بله دو روزم کارتونه تعطیل کنیم. چه خبرتونه؟ شما بعد منو نمیدونی. آقای جابر آقای رئیس اینجا تشریف دارم. بله. کجا هستم؟ بفرمایید. سلام آقای رئیس. سلام. تو رو دیگه چی خبر کرد؟ قربان شما دیر کردین و نیومدین، کارهای بانک همینطور معطل شد. چطور؟ چند نفر چک دارن پول میخوان، چون کلید صندوق خدمت شماست ما هم نمیتونیم قربان کاری بکنیم. آقای معاون امروز روز عقد دخترم با بیروزخانه، نمیتونن بیان بانک. مبارک قربان. ولی آقای سعادتون پول داره، اومده میخواد پولاشو به حساب بذاره. بذار بره گم شه، خاک بر سرش با اون پولاش. نه خانم، یه کلام با مشتری که نمیشه اینجوری رفتار کرد. شما بذاری من برم کارامو رو برا کنم و برگردم. بسود برگردم. با اجازه شما. آخه بهروز خان. تو کجا میگه؟ گفتم برمیگردم دیگه. بله خانم الان برمیگردم. یک کلام خوشو دیگه، باید تا یک ساعت دیگه همه چیز حاضر باشه. حالا نمیشه بابا، این عروسی رو بنز یه روز دیگه. غیر ممکنه، باید همین امروز این کار تموم بشه. اگه بخوای باز دعوا رو بندازی ننداختی یا. خیلی خوب، هر کاری میخوای بکن. ما مجبوریم، حساب بردم که وا نمیشه. منم مجبورم با همین چشم مریضم بیام مهمونی، همه مهمونا رو به چشم نگاه بکنم. مبارک آقا، عروسی دخترتونه. اگه خیلی ناراحتی یه آمپول دیگه بهتون بدم. برو بگو که نمیخوام دیگه آمپول بزنی. اینم هزار تومن، درست 20,000 تومن. سلام عرض میکنم آقای رئیس، حال شما خوبه؟ انشالله که خوش گذشته باشه قربان. قربون شما، خیلی متشکرم. فرمایشی بود؟ عرض کنم که میخواستم این پولا رو به حسابم بذارم قربان. آخه میدونین آقای رئیس، هر یه تومن این پولا با هزار خون و جگر به دست اومده، به هر کسی نمیشه سپردش. خودتون که میدونید بنده چی میخوام خدمتتون عرض کنم قربان. بله بله حق با شماست. بله حق با بله بله. خب چقدر پولتون؟ قربان 20,000 تومن قربان. بله خودتون بشماری قربان. نه 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 قبوله. نه جون شما، از قدیم گفتن اگه آدم تو بیابون خودم یه پول مفتی گیرش بیاد باید اول درست حسابی اونا رو بشماره قربان. قربان آخه من شما نشمردی. هزار مرتبه هم شمردم قربان اینا رو. خب چی میگیم؟ ما پولا رو میگیریم به شما رسید میدیم دیگه. هرکی هم دارین؟ نه دیگه قربان. نه آقای معاون لطفا شما این پولا رو تحویل بگیرین، رسیدشو بدین آقای سعادت. راجع به موضوع من و شما و یک کلام دو سه روز بیشتر نمونده قربان. نه بله قربان بله. نه خیلی خوب، من ترتیب همه کارا رو میدم، شما بفرمایید. خیلی متشکرم قربان، ممنونم. خاطر جمع باشه، امضا کنم قربان. خواهش میکنم. متشکرم. بفرمایید. متشکرم قربان، ممنون. خیلی ممنونم قربان. قربونتون زیاد. خداحافظ شما. قربان دستمالتون جمع. خوب شد که گفتی. قربون دست. خداحافظ شما. مرمتون زیاد قربان. خداحافظ شما. آقای رئیس. آقای رئیس. بندم قربان یه عرضی. بگو. خانومم فارغ شده. احتیاج به پول دارم. جون من. بله. خب چی واسط آورده؟ پسر، اونم دوتا. ماشاءالله زنده باشی. خب حالا که صاحب دوتا پسر شدی، بیا این دوتا 500 تومنم مال تو. راضی شدی؟ خیلی ممنونم. حالا گوش کن ببین چی میخوام بگم. این دو سه روزی که من نیستم خودت که به جریان واردی. بله قربان. آره بیشین جای منو بانکو خوب داره کن. چش خورد. فهمیدی؟ بله بله. خب من رفتم، قربونت برم. خدا سلامت آقا. موفق باشی. عجب مردی. همینجا نگرده بفرم. سلام خود. سلام. سلام، برگشتم قربان. تو با اجازه چی پشت میز من نشستی؟ قربان خود شما دستور دادی. من کی چنین دستوری دادم؟ این پولا مال کیه؟ همون پولیه که بهم پاداش دادی. پاداش؟ من کی با تو پاداش دادم؟ همین یه رو پیش قربان. وای دارم دیوونه میشم. دروغ از این بزرگتر ممکنه؟ حالا که همچین شد یک ماه حقوقتو توقیف میکنم تا دیگه تو باشی و من دروغ نکنم.
اینا رو محکم بستی؟ بله. نگاه کن اینجا، اونم ببر بالا. تو دست. یه کلا. همین جدی برن دست رو بگیم. نمیتونی بری بالا. بیا. باتو بزی اینجا. موازه باش نه افتی. افتادم آقا. بی ارده خاک رو سرت کن. برو بالا دیگه. اصلا نمیشه. اومدی عزیزم، چرا انقدر دیر کردی؟ به بابام در من تا تونستم واشیشون بدم. خب بزن بریم. سب کن من برم ساکمو بیارم. بجم قربونتم دیر میشه. آقا بهروز. باز که اومد آقا بهروز چرا اینجا وایسادی؟ نفهمیدم پا کجا وایسادی؟ بابا مگه تو نمیدونی تو الان سر سفره عقد باد باشی؟ سفره عقد تنه، آقا منتظر باید خطبه رو بخونه. آخه ندار، یک کلام گفتم بیا بوچش. آقا یک کلام، من خیلی کار دارم، حالا نمیشه بی ما خطبه رو بخونی؟ مگه میشه دفتر رو باید امضا کنی؟ خب تو به جای من امضا کن بابا. یه دفعه امضا کنم برای هر خوشم بس. من حاضرم. به به به، سلام مریم خانم، کجا با این عجله؟ آقا یه کلمه، یه دقیقه صبر کن، یه جلو گوش کن. فعلا من گیر افتادم، تو یه دقیقه اینجا وایس، از این چیپم مواظبت کن تا من برگردم. باز پاتو تو کفش ما کردی بعد. یالا بریم سر عقد. یالا خیلی خوب دیگه، دارم میام دیگه. بابا بل کن، دارم میام دیگه. بیا دیگه. یالا برو تو. حالا بجام بچه. شما هنوز اینجا هستید آقا جان؟ به به دکتر، حال شما چطوره؟ مدتی به هم آمپول نزدیم، حالا هیچ خوب نیست. باز دوباره طرفدار آمپول شدیم؟ حالا وقتی این حرفا نیست که بریم سر عقد. عقد کی؟ که تو خبر نداری. نه یالا بیا بریم، آقا منتظره. نه نه، ببین دکتر جون، من نه ببین، قرار نشد روی حرف دکتر معالجه حرف بزنی. بریم آقا. خیلی خوب بریم. اون پولا رو دو صندوق. چشم بر با. سلام بابا، سلام. خب دکتر جون، دیگه چه خبره؟ قربون شما، زنده ایم. خوش میگذره. خیلی متشکرم آقای رئیس. دکتر سفارش هم آقای رئیس، آقای معاون خانمش تازه فارغ شده، اگه میشه یه مقدار مساعده بهش بدی. دکتر جون فعلا مقدور نیست، بعض بانک مخشوشه، باید به حساب رسیدگی کنم. آقا تو چه میدونی من تازه از راه رسیدم. آقای رئیس تو رو خدا به من رحم کنید. آقا جان اینقدر پر حرفی نکن، برو دیگه. آقای رئیس فعلا عصبانی هستن، شما برید سر کار. بفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. آقای ماوی. بله. سلام. سلام علیکم. یه عرضی داشتم. بفرمایید، تو خواهش می‌کنم. متشکرم. دوشیزه مکرمه محترم سیمینه کلام، به این جانب وکالت میدهید که شما را به عقد آقای کلام. آقا موشی دستم و شکستی، ولش کن، من که میشه وایف زده هم نمیشه ولش کنم، دوباره بیری بیش مرگم. بیروسان تبریک میگم. خیلی متشکرم. بیروسان من صمیمانه به شما تبریک. خیلی خوب بابا، بودم صمیمانه و از تای قد دورت میگردم. لا لا دوشیزه مکرمه محترم سیمین خانم، این مرتبه سوم است که خطبه را میخوانم. دوشیزه سیمینه یک کلام، به این جانب وکالت میدهید که شما را به عقد و نکاح دائمی آقای حمید بهروز درآورم. زلیل مرده بله رو بیده. اونجا رو بشگون میگیرید. آره از چه زبونم بند اومده. فکر بودی که همه منتظرن آخه. بله. خب عروس گفت بله، حالا میتونی بری تو. بابا آخه نداره، یک کلام گفتم، برو تو بوچهش. برو من نفهمم شما ها چرا نمیخوایی وعده من بدونم. برو تو تا از جدی میگی راستی راستی عروسیه ها؟ بله برای یه چه مجلسی واسه درست کرده. من هیچ باور نمی کردم. بگرم شوخی میکنی.
خیلی متشکرم قربون شما، خیلی ممنونم. بس دیگه بیا تو آقا جان، مجلس گرمه، همه جمعن، من و تو کم بودیم که اومدیم. سلام علیکم، حالت چطوره؟ حال شما چطوره؟ خیلی متشکرم، اتفاقا همین از دایی رسیدم، جای شما خالی خیلی خیلی خوش گذشت. خب باید خواهش میکنم. ببینم دکتر جون، چرا با من گفت تبریک کردی؟ عجب حرفای عجیبی میزنی. بفرمایید. خب حالا برنامه چیه؟ چیکار باید بکنیم؟ بابا کار تو که معلومه. تبریک مرسی. بفرمایید. نمیدونی دکتر تهران واقعا جای تو خالی بود. آقا یه کلام. آقا دو روز راستاسی دیگه داری اون روی منو بالا میاری، یه دفعه تو رو فرستادم به تو، باز در رفتی اومد اینجا. آقا منتظر با دفتر امضا میشه. دست خوش بابا، تو مرا ترون جلوی بانک کاشتی و رفتی یادت رفته؟ بانک چیه جان من، حالا که وقتی شوخی نیست. بیا تو دفتر شما نمیتون باور کنی، من اونجا سه ساعت منتظر شما بایدونم. چیزی کوچه تایه بله 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 من باید امضا کنم. آره خیلی نه باشه، بیام اومدم. برو که خیلی خوب میرم. برو تو دیگه. دارم میرم چیز هرون جون، اینم بهروز خان داماده، اما ولش نکنین که مثل مرغ از قفس بیپره ها. مگه پوری رفتی لباساش عوض کردی؟ بفرم بیشه میبلا رو بیشه جون، بیشه جون، بیشه چی شد؟ چی شد؟ بیشه دفتر باید امضا کنی. بیشه لطفا اینجا رو امضا کنی. بیایی قلم اینجا رو. بله بله اینجا رو امضا کن. اینجا رو امضا کن. چه خبر؟ امضاش بکن. اینجا رو. بله. حالا بدید در روز. خیلی ممنون. بدید در روز هم امضا کنه. اینجا. مبارک. اینجا. خدایا کمک کن. خیلی. بیا. خدایا کمک کن. من جد دارم. اون برای شما امضا کنه. اینجا. بله. آخه چی این؟ اینجا رو امضا کنه. بله اینجا رو امضا کنه. بدم منم باید امضا کنه. کلمه پای هم کیف بشی. چه امضا کنه؟ بدم. رابطه من باش با یک دو سه آقا جون کجا؟ دکتر اون تو قلبم گرفت، میخوام برم بیرون یک تو هوا بخورم. آبون؟ نه 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 سستاشو در خور واده عروس خیال میکنن که من واقعا مریض در دکتر جون. اگه میخوام باز امضا میکنم. خیلی ممنون. خدا خدا. ببینم پس شادامات کجا؟ ای شیطون، حالا چه وقت شوخی کردنه؟ معلومه دیگه داماد خودتی. چی؟ من؟ نخه پس من. بیداد چی شد؟ داماد جان، آقا بروز، بروز خان، داماد عزیزم، شاد آماد، دکتر، من باید برم، قلبت ضعیفه، باید یا آمپول، گفتم قلبم ضعیفه، ناراحتم، باید برکن برم، میذاره تو موقع تو، بلش تو دستم به دامن داماد عزیزم، حالش به هم خورده، برو تو، برو تو بیر، یکی چه با؟ با جیت شده تو داری کجا میری؟ تو کی هستی؟ رئیس کن، منم دارم دیوونه میشم. بودو بودو دیر شد دستم نکش میخورم. آه تو نمیدونی اون چیه، برو ببینم. آقای رئیس ندیدی؟ از اون طرف اونها شندارا سوار ماشین میشه. آره آقای رئیس خواه. آقا Thank you.
باشه آقا، باشه آقا جون، من دارم از کارهای تو شاخ در میارم. تو الان تو راهرو بودی، حالا تو اتاق بغل دختره قش کردی. دکتر جون یک کلام بهت بگم، منم دارم دیوونه میشم. تو دیگه چرا؟ بری ببینم. خدا ببین دکتر جون، مگه آن بهروز کنار زنش ننشسته؟ چرا؟ برادر دوقلو هم که نداره. نه من الان خودم رئیس بانگو دیدم که با مرگم سوار ماشین شدن و رفتن. نه نه و نگبه آخه این چیه اون چیه؟ تو با واده میگوش تمام برای سر بزن. آقای رئیس در صندوق بازه و توشم فقط یه دفترچه پسنداز با 20 تومن پوله. بازم پولا رو شما برداشتید. من کی تالا از این کارا کردم که حالا بکنم؟ من تازه 2 ساعته که از تهران برگشتم. ها؟ ببینم نفهمیدم چرا همچین میکنی؟ مگه تو از تهران با ما نیومدی؟ نه جانم، یه اتفاقی برای من افتاد که تا امروز صبح موندم تهران. ای داد بیداد، پس این یارو که بابا اومده بود دوز بود؟ کدوم یارو؟ بابا یه نفر بود درست شکل خودت. من دیدم کیف پولو برداشته بود و فرار می‌کرد. تا چند دقیقه پیشم اینجا بود. پس حالا کجاست؟ الان باوریم سوار ماشین شد رفتم. بودو این تا فرار نکرده بگیریمش. حتماً پولارمون برداشته. بودو این، بودو این. بودو این میرم. بالا. بعد داشو بودو این. آقای کلام کیف بالا بالا بالا. بیا آقا، بیا آقا، من فرمون بیا آقا، بیا آقا، بیا آقا، بیا آقا، من فرمون بیا آقا، همین فرمون بیا آقا، بزن کنه بابا، آقا با هم یه سره بردی بیا آقا، من نمیفهمم، آقا جاده به این زنگی جای دو زدنه. آخه این چه وضعیه تو رو انداختی؟ بله خب بابا میگی چی کار کنم؟ بله بابا تو رو دلت باشه. بیا آقا 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 کشته سر هم واسه اون ساختم. خیلی عصبانی هستی. چرا عصبانی نشم؟ دیگه کارمون در ما، تو نمیدونی جریان چیه آخه. خب داریم میریم دیگه، چرا ناراحتی؟ آقا اومده نداره. از این ور رفتم. یالا عجله کن. بودو بیا. بیا بینا. بودو این کنه بایکانی. لباس چجوری بدم؟ نمیتونی بیای، خیلی خوب نیه. من میرم. نه بلکن نیستم. بیا بینا. بیا. بیا. اب نداره. بودو این. بودو این. کشون. اون هاشم دارم بیرم. بودو این. یالا عجله کنی. من از سب کن. بودو بیا. آه. مواظب کامه باشین. بودو ببینم. بودو من از سب بودو بودو بیا بودو 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 بیا بودو بیا بودو 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 بچه ها بیا ده بلش کن به تو میگم بلش کن خدایا به تو میگم بلش کن بلش کن دستش کنده شد بلش کن دیگه بلش کن اینا کیان بابا آقای کلام آقای دکتر بودو این بودو این بودو این زود باشیم نگهبان بودو سب کنوزه بیام الان حالیت بکنم آقای کلام تمام پولاش همینه روز روشن رفته تو پایین دوزی خیلی جالبه نه ناراحت نباش ابنه دکتر به کدوم اینا هم پول میزدی؟ ماما بهروزخان کدومشونه؟ والله من خودم هم نفهمیدم بالاخره ما نفهمیدیم بهروز کدوم یکیشونه همینطور وایسیدی بگیرشون دیگه عزیزم ناراحت نباش آخه کدومشونو بگیرم قربان اونو خیال کردی الان بهت نشون میدم احمق من رئیستم برو اونو بگیر ببخشید معذرت برو دیگه نکن صاحب کن میگم ول کن میگم ول کن
بل کن دیگه. احمق محکم بگیرش. آره گرفتیش؟ اومدم بده من کیف پولو بگیم. اوز دم کن دلم کن میگم دلم کن دیگه. خیلی خوبه آقا خودشو جای من غالب کرده، بانکو زده، حالا میخواد فرار کنه. اینا چی؟ بطولا کو عزیزم چون دیدم این پولا برای ما خوشبختی نمیاره این کارو کردم. بابا دست کن آقای رئیس. ای وای عینکم کو آفیده کرد. آقای رئیس کدومشونم آفیده کرد. قربان موجودی بانک همش درسته، تشو بیاریم ببین. اینم کلیدش. بفرمای قربان. یادش بخیر داداش، تو هم که ما رو عوضی گرفتی، رئیست اونه. برو بده به اون. برو بده به اون. وای خدا معاونم عوضی گرفته. سلام قربان. این کلی همه پولام تو صندوق و دست نخورده. باری کلام. بله. حالا که این خبر رو بهم دادی از جریمت صرف نظر میکنم، یه ماه هم بهت پاداش میدم. خوبه؟ خدا عمرتون بده قربان. ماما من از اون یکی بیشتر خوشم میاد. تو برو بشه. تو خوشحال نیستی که با من عروسی میکنی؟ آه چرا که تو ممکنه خوشحال نباشم. خب مریم جون مثل که تو همه چی رو فهمیدی، راستش با این صفات ما رو پاک عوض کردی. عوضش منم قول میدم گذشته رو فراموش کنم و تو رو خوشبختت کنم. شیطو گولم سر سودا بگیو الهی که دورت بگردم. جلوی را بعد سودا بگیو دستات ماش کنم همه ایکرد ماش کنم سودا بگیو. خانم یک کلام خوب نیه، عروسی دخترتونه. آقا به روز میگم که ایشالله همه راضی باشین، هم زن خوشگلگیت اومد هم پولایی یک کلام. راستی آقا به روز میخواستم یه چیزی بهت بگم. آی رئیس میخواستم بگم هرچی راجع به ما یکی شنیدی دروغه. ما یه راهی قرض داشتیم که اومدیم یختم پول بده کار بودیم که دادیم و سلامو شد تمام. خب بعد چی دار شد؟ چطور شد؟ چی میخواستی بشه؟ یه دوستان جای تو کار کردیم، دهش حقوق که نگرفتیم، هیچی هرچی هم تو این جیبمون بود خرج و خونت کردیم. راستی اینم بهت بگم ای من نبودم این هستن درازه بانکو زده بود. آمی نه. خیلی متشکرم. عوض شما یکی از دخترهای خوشگل شهر ما رو داریم میبریم. قول میدی؟ آره قول میدم. بهت قول میدم که تا آخر عمر تی تو باشه. خیلی خوب. تو کپول برن بریم جونا. بریم. بچه ها ببخشید. آره ایت خودشی ساکت. قربون تو داماد برم. قربون تو دختر بریم جونا. بریم مهمونا رو منتظرم. آره مهمونا رو منتظر داشتیم. خیلی بد شد. بریم جونا. اما عجب پیش آمدی که سودی جناب. بریم جونا. ای آقا بیاین اینجا ببینم. چی شده؟ سر و صدا نکن، با من را بیفت بریم. چی شده عزیزم؟ هیچی عزیزم، ناراحت نباش، چیز مهمی نیست. اشکال نداره؟ نه اشکال نداره، بیاد بریم. بریم عزیزم. تو پلیس بودی و ما نمیدونستی؟ ای همچنین.